این مال بوزی یخ زده است. به به واقعا دستت در نکنه، شما اینه هم مثل مادر مرحوم منه، قضای خیلی خوب درست میکنین. خدا هر دوتای شما رو بیاموزد به خدا جان خودم. ماها چه؟ اها اهم اها پس چرا نشستی؟ بلند شد دوتا کپی را بخوردم بوده بابای تو قضایش برو بیسر پایی لخه نمیخواد، ما بزن پشت بابا لخمه بره پایی. بابا دن رفت خب الحمدلله 7:40 صادق خان آبرومندانه برگذاشت. آره آره خدا بیامرزدش، آدم خوبی. همه خوبن منتها حالا دیگه باید به فکر زنده ها. منظور خورشو بده من بچه. منظورم اینه که تو مدتی دنبال کارهای صادق خان بودی، حالا بهتره یه کمی به فکر خونوادت باشی. من دیگه دیرم شده باید برم، هنوز که نهار تموم نشد. چرا سیر شدم؟ خداحافظ بابا. از آقا معلمت معذرت بخوای که چشم راش گذاشتی. میبینی ماما؟ برو عزیزم به حرف این روجه گوش نکن، برو برو. برو عزیزم، برو جونم انتظار علی. چه ماما که حرف نزدیم این آب جیل؟ حیف که وقت ندارم. خداحافظ. خداحافظ. چش سفید پر رو تو اصلا. ما اصلا یه آدم زیادی هستیم، خدا حافظ و بیامرزه که فرمود بنی آدم اعضای یکدیگرند، به دانش دل پیر برنا بود. اگر بارگران بودیم و رفت بله بخند پسر جانت دیگه. خب اونم دختر جان جناب عالیه دیگه. من که اون از خونه بامام نیاوردمش. از هرجا آوردیش این یکی هم مال همونجاست، نباید بینشون فرق بذاری. من میگم هر دوتا رو بر پشت بده. گوش کن آقا مرتضی، میخوام راجع به مریم باهات صحبت کنم. اون دختره دیگه بزرگ شده، آخ فضل الله زنش هم پاشونه توی کفش کردن و از ما جواب میخوان. سیروس هم که الحمدلله بد پسری نیست، پس چرا کارو تموم نکنی؟ اولا من درباره این پسره تحقیق کردم، خودش و اون موتور قراسش و یه شلوار جین که تازه زانواش هم دوتا نیم تا کرده. خیلی دلت بخواد، این روزا موتور و لباس جین مخصوصا با نیم تختای سر زانو موده. موده؟ بله، تازه همین آقای نیم تختی سال دیگه مهندس میشه، فهمیدی؟ خب بشه، به من و تو چه؟ به من و تو هیچی، ولی به دخترمون مربوطه، اونا هم دیگر رو دوست داره. چی گفتی؟ گفتم اونا هم دیگر رو دوست داره. بیجم میکنن، میشلین که دست اونه. آقا نعمت جان، بابنده فرمایشی بود؟ نعمت راست میگه، من که اختیارشون دست خودشونه که هر غلطی میخوان بکنن. انگار یادت رفته که مریم 20 سالشه. 21 ساله خلیل جان. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم، تا وقتی که این پسر موتور سوار میشه و این آرتیست بازی ها رو در میاره، من نشه دخترمم رو دوشش نمیذارم. خب این که مشکلی نیست، موتورشو میفروشه. بله مامان جانش یه دونه ماشین برای این میخره. آقا نعمت جان، بابنده فرمایشی داشتین همش منو صدا میکنه. آقا نعمت بگو. در هر صورت من فعلا وقتی این حرفا رو ندارم، باشه واسه بعد. چی داری میگی؟ پدر مادر سیروس جواب میخواد. من نمیفهمم تو آخه چرا اینقدر عجله میکنی؟ مگه دخترمون سر راه افتاده؟ بها من میدونم چی کار میکنم، تو فقط مخالف نباش، من خودم درست میکنم. راست میگه دیباره، دختره داره ترشی میفته رو دوش. آقا نعمت جان، جان دلم، با بنده فرمایشی داری هر کاری میخوای بکنی بکن، من هیچ دخالتی نمیکنم. خانم جان بنده رو صدا کردین، فرمایشی چیزی بود؟ شما با ما میخواستین حرفی چیزی بزنین؟ ای امان نخیر، کاری نداره، باید بر نگاه میکنه.